شد و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. الله، آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمیفهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردند؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار میگرید و ستار ستار میگوید؟ چرا هیچ ناهی از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه، دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی چون ستار بهشی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار؟ آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطعه رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ برادران و خواهران، حسین این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده. حسین
حکومت شوریده. آن حکومت حکومت ظالمانه است. حسین امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت، نه برای آل و خانواده و ملت خود. منکر در این جامعه بسیار است، ما هم میدانیم، اما هیچ کدام از این منکرها به سرانجامی که باید ملت علیه آنها قضاوت کنند، دادگاه ها علیه آن قضاوت کنند، مسئولین آن را در دستور کار خود قرار بدهند، ما شاهد نیستیم. امروز دومین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچون خون حسین، همچون خون سیاوش که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم، و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم، و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. خیلی ممنون.